سلام دوستان، امروز دوشنبه 17 دی ماه 1397 و اینجا نمایشگاه خودرو تهرانه. فردا سه‌شنبه اولین روز بازگشایی رسمی نمایشگاه خواهد بود برای عموم مردم. امروز اختصاص داده شده به خبرنگاران و کارشناسان. ما هم از فرصت استفاده کردیم تا پوشش تصویری از این نمایشگاه داشته باشیم. با هم دیگه نگاهی به نمایشگاه خواهیم داشت. گزارش ما از نمایشگاه خودرو تهران 97 از دو جهت میتونه مفید باشه. اول برای کسانی که علاقمند صنعت خودرو هستن و دوم برای اون دسته از دوستانی که دو دل هستن که بیان نمایشگاه یا نیان. همونطوری که قابل پیش بینی بود، خبری از برندهای درجه یک مثل میتسوبیشی و نیسان و رنو در نمایشگاه خودرو تهران نیست. به هر حال تحریم ها تاثیر خودش رو روی خودروسازها و موارد کننده ها گذاشته. از جهت دیگه ما انتظار داشتیم برندهای چینی سعی کنن توی نمایشگاه بیشتر از سالهای قبل خودشون روشون بدن، که البته این اتفاق هم نیفتاده. نمایشگاه خودرو تهران امسال دو بخش اصلی داره، یک بخش کوچکتر برای قطع سازها و فعالای لوازم یدکی و قسمت اصلی برای وارد کننده ها و تولید کننده ها. طبیعتاً امسال قسمت مربوط به خودروهای کلاسیک حذف شده و فقط هم یک شرکت در زمینه موتورسیکلت شرکت کرده. نمایشگاه خودرو تهران 1397 برای ما هیچ ماشین جدیدی نداشت، مگر دو تا خودروی چینی از برند هنتنگ، کراس اوورهای X5 و X7 که برای اولین بار در تهران رونمایی شدند. هنتنگ X5 یکی از معدود خودروهایی هست که در نمایشگاه امسال برای اولین بار رونمایی شده. این کراس اوور سایز بدنه تقریبا معادل هیوندای توسان داره، با موتور 1.5 لیتری توربوشارژ و 154 اسب بخار قدرت. هنتنگ X7 هم مثل X5 از طراحی مدرن استفاده میکنه که در نمای روبرو خیلی شباهت به محصولات فولکس واگن داره. در نمای عقب میتونیم بگیم X5 و X7 خیلی شبیه به هم دیگه هستن، با این تفاوت که X7 بزرگتره، تقریبا به اندازه هیوندای سانتافه است و از موتور 2 لیتری توربوشارژ با قدرت 190 اسب بخار استفاده میکنه. نمایشگاه خودرو تهران 97 متاسفانه فقط دو تا سالن داره. یک سالن مختص خودروهای چینی مثل فوتون، هنتنگ و بیسو هست و سالن دیگه اختصاص داده شده به قطع سازها و خودروسازهای داخلی که مجموعاً اختصاص داره به ایران خودرو و سایپا. در سالن ایران خودرو تنها ماشینی که تا حالا ندیدیم از نزدیک پژو 207 صندوق داره که خودتون میدونین طراحیش مال حداقل 10-15 سال پیشه. در قسمت قطع سازی هم چیز خاصی نیست که بخوایم بگیم برای بازدید کننده جذابیت داره. شاید تنها نکته صحبت کردن از کمبودها و کاستی‌های خودروسازا و قطع سازهاست برای این که فعالان صنعت بتونن بهشون کمک کنن. برای ما حدود 10 تا 20 دقیقه بیشتر طول نکشید تا از تمام نمایشگاه دیدن کنیم. اگر شما هم علاقه دارید پژو 207، محصولات بیسو، هنتنگ و فوتون ساوانا رو از نزدیک ببینید، میتونید از فردا سه‌شنبه 18 دی ماه تا جمعه 21 به محل نمایشگاه در شهر آفتاب بیایید. ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.